دوستان عزیز و علاقمندان گرامی داستانهای شنیداری کتابخانه درخت دانش سلام امیدوار هستیم هر جایی که هستید آرام تندرست و خوش و خوشحال باشین خوشحال هستیم که با تقدیم داستان جدید شنیداری دیگری در خدمت شما عزیزان قرار داریم نام این داستان آموزنده و جالب جلسه حیوانات است این داستان توسط گیانا نشتا گناوالی نوشته شده است و نقاشان آن راجو بابا شاکیا می باشد. برگردان این کتاب یا داستان توسط کتابخانه درخت دانش صورت گرفته است و برگردان کننده آن عبدالرحیم احمد پروانی می باشد. سطح خانش این کتاب سه است و برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است که خود توانایی خانش را دارند. این شما و این هم داستان بسیار جالب و آموزنده جلسه حیوانات بهار فرا رسیده بود سبزه ها و گل های شاداب که در همه جا رویده بودند و طبیعت زیبا روحیه بالای به حیوانات بخشیده بود نونه حالان در پهلوی درختها میوه هایی که با برگ ها پوشیده شده بودند و گل ها با بوهای سرمست کننده ایشان فضای زیبایی را به وجود آورده بودند در این فضای دلپذیر زنبورهای شاد، کبوترها، توتیها، تاوسها، آوها، خرگوشها و پروانه ها برای نوشیدن آب کنار برکه آب آمدند. خرگوش با استفاده از این فرصت معدبانه از همه خواهش کرد تا با او گوش دهند. پس از اینکه همه به دور او گرد آمدند، خرگوش گفت دوستان عزیز ما حیواناتی هستیم که در این جنگل چکر میزنیم و زندگی می کنیم بیایید نشستی برگزار کنیم از نماینده انسان ها هم بخواهیم که در این نشست شرکت کند در این نشست نماینده ای هر گروه باید در مورد کارهایی که برای حفظ محیط زیست که خانه مشترک همه ما و شماست انجام می دهند صحبت کنند همه ایوانات با خوشی پیشنهاد خرگوش را پذیرفتند و روزی را برای برگزاری نشست تعیین کردند آنها همچنان تصمیم گرفتند دعوتنامه هم برای انسانها بفرستند آهو پیشنهاد کرد که استیجی درست کنند و برای اینکه برنامه خسته کن نشود برنامه موسیقی هم تدارک ببینند آن روز فرا رسید چنان که قبلا تصمیم گرفته شده بود همه حیوانات در حالی که لباسهای زیبا و رسمی پوشیده بودند به نشست حاضر شدند محل نشست یک تپه سرسبز و زیبا انتخاب شده بود نشست با اجرای یک آهنگ محلی آغاز شد پس از اجرای آهنگ کبوتر بیانیه رسمی نشست را قرائت کرد سپس کپک بعیس رئیس نشست انتخاب گردید نماینده انسان ها نیز بعیس مهمان ویژه به استیج دعوت شد رئیس نشست سخنرانان را یکی پس از دیگری به استیج دعوت میکرد تا سخنرانی کنند پروانه در سخنرانی خود گفت گروه ما بالهای خود را به هم می زنند و پرواز می کنند تا برای همه خوشی و لذت به بار بیاورند ما را به ویژه کودکان بسیار دوست دارند و کوشش می کنند بالهای ما را لمس کنند نماینده زنبورها گفت که آنها با دشواری و مشکلات فراوان اصل تهیه می کنند اما دسترنج آنها را انسانها می برند و هم برای آنها باقی نمی مانند. مرغ مگس خور گفت که آنها با خوردن حشراتی که غلجات را زایی می سازند با محیط زیست خدمت می کنند. تاوس، گنجشک، بوم و سایر پرنده ها درباره این که آنها چگونه به انسانها خوشی و لذت می بخشند صحبت کردند. آهو و خرگوش درباره این که آنها گوشت و پوست برای انسانها فراهم می کنند سخن گفتند و اشاره کردند ما به سایل سرگرمی انسان ها مبدل گشته ایم. سایر ایوانات این گفته را تصدیق کردند. از نماینده کبوتران نیز خواسته شد تا نظریات خود را ابراز کند. کبوتر گفت ما نماد صلح هستیم. ما در این جهان صلح می خواهیم. نماینده تزروها هم گفت که آنها هم روزگار پرنده های ملی بودند و جنگل به خاطر موجودیت آنها بیشتر زیبا و جذاب به نظر می رسید. پس از آن که سخنرانی نماینده های ایوانات تمام شد از نماینده انسان ها خواستند تا روی استیج آمده و درباره کارهایی که در مورد حفظ زمین انجام می دهند صحبت کند نماینده انسان ها شروع کرد به فکر کردن درباره اینکه که انسان ها چی اثر مثبت روی طبیعت می گذارند اما او نتوانست چیزی به خاطر بیاورد سپس سخنان خود را چنین آغاز کرد ما انسان ها خود را نسبت به سایر موجودات برتر می شماریم اما رفتار ما طور دیگری بوده است ما بین خود جنگ می کنیم ما با شیوه های مختلف سایر موجودات را استثمار می کنیم ما حیوانات را در جنگل شکار می کنیم ما از هر چیزی را که طبیعت به ما هدیه می دهد استفاده می کنیم اما وامی را که به طبیعت مدیون هستیم فراموش ما می شود ما از ابها دریه دریاها برق و آب به دست می آوریم ما از درختان میوه، سبزیجات و چوب به دست می آوریم ما انسان ها صرف در پی مفاد خود هستیم بنابراین، حاضرین گرامی من نشست با سایر انسان ها دایر می کنم و درباره کارهایی که می توانیم به نفع زمین انجام دهیم صحبت می نماینده انسان ها در حالی که صدای تیک تیک موبایل خود را خاموش می کرد ادامه داد ما می توانیم بسیاری از چیزها را از طبیعت بیاموزیم و پیام صلح و هماهنگی را به انسانها ها برسانیم مردم ما دیگر به بهای نابودی سایر موجودات طبیعت قصرها نخواهند ساخت ما همچنان به سادگی در طبیعت توجه خواهیم داشت ما به زودی اثرات بدی را که انسانها ها بر طبیعت با می گذارند از بین می بریم و به انسانهای خوب تبدیل می شویم حیوانات با شنیدن سخنان نماینده انسانها خیلی خوشحال شدند. هر یکی از آنان به شیوه خود خوشی خود را ابراز و سخنان او استقبال کردند. مسئول برنامه کبوتر از همه خواهش کرد تا ساکت باشند و سپس میکروفون را به رئیس نشست داد تا با سخنان خود محفل را خاتمه ببخشد. رئیس مجلس از اینکه که نشست امروز باعث تغییر در تفکر انسان گردیده و نماینده ایشان وعده سپرده است تا در رفتار خود تغییر وارد کنند ابراز خوشی کرد و ضمنا از نماینده انسانها خواست تا از سایر هم نوان خود بخواهد که او را باعث پرنده ای میلی نیپال انتخاب کنند رئیس نشست در خط ابراز امیدواری کرد که تمام حیوانات بتوانند با آزادی تمام در جنگل های نیپال گشت و گذار کنند. سپس تمام حیوانات جلسه را با آرزوی داشتن یک جهان بهتر ترک گفته سوی خانه های خود روان شدند. پایان داستان دوستان عزیز امیدوار است و می داستان آموزنده و جالب مورد علاقه و پسند شما قرار گرفته باشه. برای دسترسی به مواد باز و رایگان آموزشی میتونین به سایت www.ddl.af مراجعه بکنین تا داستان بعدی شما را به خداوند منان می سپارم. روزگار خوش و ایام به کامتان باد